خب این اوریجی که من اومدم حساب کردم، این اصلا واقعیت امر این هستش که الان مثلا این رو شما مثلا دانشگاه بهتون بگی یه برنامه بنویسید که بیاد معدل یک دانشجو رو حساب بکنه، این اصلا چیز جالبی نیست. چرا؟ خب به خاطر اینکه میگم مالتیپل یا ضرایب رو نگرفت. شما مثلا درسی داری به نام چه میدونم فیزیک یک، خب فیزیک یک خب سه واحدیه دیگه، سه واحد هستش، یا مثلا چه میدونم ریاضی یک، این چیه؟ این سه واحده. یا مثلا ادبیات چند واحده؟ دو واحده. یا زمان ما دو تا بود، حالا نمیدونم الان عوض شده یا نه. چه میدونم مثلا اندیشه یک داریم، دو داریم، اون زمان ما بود. مثلا اینا چند واحده؟ دو واحده. ورزش یه واحده. خب من نمیتونم بیام بگم این 20 شدم پس بعد ضریبش با بقیه یکسان باشه. یه درس سه واحدی هم شدم 10، خب معدلم اگه این 20 اونم 10 میشه، در واقع جمع میشه، میشه 20 به علاوه 10 میشه 30، تقسیم بر 2 بشه معدلم هم میشه 15. نه، اون سه واحدی درس در واقع نمرش سنگینه. در واقع چیه؟ در واقع شما اون شدی 30 به علاوه این 20 میشه چقدر؟ 10 شدی ضرب در 3 میشه 30 به علاوه این یه واحدیه که 20 در واقع 20 هستش میشه چند؟ میشه 50. حالا تقسیم بر 4 باید بشه، تقسیم بر 4. چرا؟ چون این ضریبش 1، این ضریبش 3، 1 به علاوه 3 میشه 4. حالا 50 رو تقسیم بر 4 کن، چقدر میشه؟ معدل خیلی داغونی میشه. خب اگه مثلا بیام حسابش بکنیم 12 و خورده ایم، 4 تا 12 تا 48 تا 2 تا 12 و 2 دهم تقریبا. خب خدا شکر مشروطی مثلا طرف رد میشه با همین ورزش. پس ورزش هم درس جدی جدیش بگیرید، فقط صرفا درس ریاضی رو جدی نگیرید. خب بریم ببینیم چیکار میشه کرد. بیایم اینجا، من درست تعداد درس رو گرفتم و اد پوینتس رو قرار دادم، بعد بیام اینجا هر نمره ای رو که طرف وارد میکنه مال تیپلش هم بگیرم ازش، مال تیپلش رو. یعنی چی؟ یعنی ضریبش هم بگیرم، برگردم بگم که ضریبت چقدر شد، ضریب این درس چقدره. خب ضریب درس که عدد اینت ایست کاملا مشخصه، ضریب یک و نیم ما نداریم، ضریب دیگه یکه یا دو یا سه دیگه، تو دانشگاه بیشتر از این نیست. البته تو ارشد اینا فرق میکنه، مثلا پروژه هست مثلا 6 واحد، اونا قضیهش فرق میکنه. مالتیپل، خب میام اینجا برمیگردم میگم اینپوت مثلا پلیز اینتر مالتیپل پر مثلا کورس هر درس، خب رو وارد کن. خب نکته بعدی، این مالتیپلی که تو داری مثلا یه درس سه واحدی رو شدی 15، چیکار باید بکنی؟ هیچی، این پوینتر رو که داری میگیری از طرف، این سه رو باید توش ضرب بکنی دیگه. مثلا من سه تا درس دارم توی ترم، سه تا درس مثلا یکی رو شدم 18، یکی رو شدم 12، یکی رو شدم 14. این اولی 18 سه واحدیه، این دو واحدیه، این یه واحدی. خب این دو واحد، این یه واحد، این سه واحد، جمع این ترم هم شده 6 واحد. خب بعد اینا ضرب در 3 شو بذارم، ضرب در 2 شو بذارم، ضرب در 1 شو بذارم و در نهایت با هم چیکار کنم؟ جمعشون بکنم. خب اینجا هم همینه، یعنی پس پوینت رو من باید چیکار بکنم؟ ضرب در مالتی بکنم، مالتیپل بکنم. خب اوکی، ما اومدیم این کار رو انجام دادیم. اینجا دیگه کانت کورس نمیشه در واقع برای تقسیم شما. چرا؟ من مثلا برگردم میگم سه تا درس دارم، این عددی که اینجا هستش در نهایت بعد چی بشه؟ یعنی تقسیم از سه بشه. نه دیگه، شما باید بگی سه به علاوه دو به علاوه یک، یعنی ضرایب تو جمع کنی، یعنی اینجا بنویسی تقسیم برای 6. خب من چیکار باید بکنم؟ دقیقاً همین اد پوینت که درست کردی، اد مال تیپل رو هم درست کن، اینو هم صفر بذار و بیا اینجا چی بنویسونیس؟ اد مالتیپل به علاوه مساوی مالتیپل، تمام شد. همین چیزی که اینجا درست کرده بودی رو برای این قسمت رو هم درست میکنی. خب در نتیجه اوریج چیکار میکنم؟ میای تقسیم برای اد مالتیپل میکنی. حالا اوریج واقعیت رو به دست آوردی.
میای اینجا و برمیگردی میگی که من چند تا درس دارم، میگم این ترم من 6 تا درس دارم، میگه اولیش شدم 18، مالتیپلش رو بده 3 واحد، دومیش بزنی یه ذره قشنگ ترش کنیم، بیاید اینجا این رو یه F بذارید پشتش و برگردید بگید بریس باز بسته کنید آی در واقع میگه درس یکم یا درس چندم، اینم اینجا بنویسید یه F بذارید پشتش و اینا رو هی ما بهترشون میکنیم، هنوز علممون نرسیده به اون جایی که بهتر بشه، فعلا بهتر به این صورت میریم جلو. بعد میگه چند تا درس داری، میگم 6 تا، میگه اون کورس اولی چند شده، میگم 18، میگه چند واحدش 3، حالا میگه درس دومت، میگم 12، چنده 3، درس سومت 15، چنده 3، درس چهارمت 20، چنده 1، مالتیپلش 1، درس پنجم 20، چنده 2، درس ششم 19، چنده 3، معدل 16 و 18، آورد برات معدلت رو کاملا درست و تر و تمیز حساب کرد. خب پس من تونستم بیام اینجا آب خوردم معدل رو ولی با کاملا صحیح، یعنی توی دانشگاه هم به همین شکل میاد معدل شما گرفته میشه و به شما داده میشه. خب من میتونستم تازه بیام اینجا بهترش هم بکنم، یه ایف هم بذارم بگم چی؟ بگم ببین average اگر بزرگتر از 18 شد ایشون بیاید پرینت کنید براش، بنویسید چه میدونم درود بر شما و بگیم که مثلا شما، من فارسی بنویسم، شما می توانید مثلا 24 واحد بردارید بردارید منو اینکه مثلا یه چیزی هم میگیم مثلا یه چه هدیه‌ای بخوام بدن یا تشویقی بدن از این الیفش میگم اگه اوریج خب کمتر از 18 اند اوریج بیشتر از 14 بود، برگردیم بگیم مثلا خیلی هم خوب، هم خوب یه سه تا نقطه بذار، یه کنترل سی بزنیم یه کنترل وی، برگردیم بگیم که این کمتر از 14 و بزرگتر از 12 بود، بهش برگردیم بگیم مثلا زحمت کشیدی یه همچی چیزی و else دیگه یعنی چی؟ یعنی که این معدلش خسته نباشه دیگه، یعنی حالا مثلا البته خسته نباشه که نمیتونستیم یه الیف بذاریم بنویسیم average کمتر از 12 بود، بهش برگردیم بگیم که شما مشروط شدی و مثلا و به خانوادت و دت ما اطلاع میدیم. خب به این شکل else میتونی نذاری. خب بریم یه معدل حساب بکنیم، من بیام اینجا برگردم بگم مثلا 3 تا درس داشتم، میگه اولیشو چند شدی، من نمرات در واقع ترم دوم ارشدام بهتون میگم، اولیشو مثلا شدم 18 سه واحد، دومی رو شدم 13 سه واحد و یه دونش هم شدم 15 سه واحد. خب معدلم شده 15 و 33 و نوشته خیلی هم خوب، یعنی در واقع کدوم؟ ایشون، یعنی این معدل در واقع اینجا شد، چرا؟ چون معدلم بین 18 و 14. خب حالا مثلا بیایم یکی دیگر رو امتحان کنیم، مثلا طرف میگه سه تا درس داشته این ترم، یه دونه رو شده 10 سه واحدی، یه دونه رو شده 9 سه واحدی، یه دونه هم شده 15 سه واحدی، خب شما مشروط شدی به خانواده اطلاع میدیم، 11 و 33 شده معدلش، یعنی این اتفاق افتاد. پس به این ترتیب هم میتونید بیاید یه شرطی رو هم اینجا براش بذارید و یه سری اتفاقات رو هم براش پرینت کنید، برگردید بگید آقا اتفاقات برات میافته تو آینده. خب